بسم الله الرحمن الرحیم. علمای کرام، صوفیای عظام، استادان دین، جناب محترم برادر گرامی استاد دانش جناب رحمانی رئیس شورای ملی اولوسی جرگه افغانستان، جناب لویتاران والز، جناب معاون صاحب مشران جرگه، جناب مولوی صاحب کشاف، جناب دکتر صاحب مویب کاکرز، جناب وزیر صاحب حج اوقاف، جناب سنگریس، جناب وزیر صاحب تحصیلات عالی، جناب قتالیس، جناب امین صاحب، اتاش صاحب، مولوی صاحب محترم، همه بزرگا، سفرای محترم، اعضای محترم اولوسی جرگه و مشران جرگه، خواهرای گرامی و خاصتا بازم علمای کرام و اهل عرفان که امروز صفا آوردیم. اولتر از همه توفه پیشوای بشریت خدمتتان تقدیم میکنم. السلام علیکم و رحمت الله برکاته. درود بر محمد و آل محمد و اصحابه اجمعین. اولتر از همه میلاد با سعادت حضرت سرور کائنات را مبارک باد عرض میدارم و دست به دعا میشوم تا این لحظه با سعادت سبب تأمین صلح، خوشبختی، خیر و برکت در افغانستان و تمام جهان اسلام گردد. برای ما و همکارای ما جای افتخار است که به حیث خدمتگارتان امروز در ارگ ریاست جمهوری که خانه ملت است از شما پذیرایی میکنم و از واحد عملیاتی ابراز امتنان میکنم که یک توفه را که ملت افغانستان بر مدت دوامدار خواستارش بود امروز به اجرا میگذاریم و از دربار خداوند جل شانه تشکر میکنم که به ما این فرصت داد که زیادترین مساجد در تاریخ معاصر افغانستان از عواید مشروع و حلال مردم افغانستان تأمین کنیم. قدرمند علما و دی ملت استاز و ورون و خویندو، نن ورځ موږ د داسې چا مبارک میلاد لمانځو چې عدالت او مهربانۍ اعلی مثال و. واقعا رحمت العالمین، هغه څوک چې مشران د عزت او کشران د شفقت مستحق ګڼل، هغه څوک چې له ښځو سره نیکی کولو باندې تاکید کاو او د ځوانانو په باب مقتد خیر غوښتلو توصیه فرمایلې ده، هغه څوک چې حتی د حیواناتو په باب له موږ څخه د ترحم غوښتنه لرله او د نباتاتو او شنو ونو بې ضرورته قطع کول منع ګرځول، هغه څوک چې د محیط او ځان او چاپیریال ساتنه د ایمان جز او د انسان د خوشحالۍ لپاره خندا او تبسم صدقه بللې ده، هغه پیغمبر چې علم په نر او ښځه دواړه باندې فرض وباله او د حلال رزق ګټلې عبادت وشمېر. متاسفانه تا امروز در جامعه ما افراد هستند که بر جنگ و قتل و ناامری اصرار می ورزند و پدر را در حضور کودک 3 سالش به شهادت می رسانند. کسانی را داریم که آشوب و فتنه را بر صلح و آشتی ترجیح می دهند و تخریب یک کشور اسلامی را کار ثواب می دانند. مکتب کار ده چه ده حضرت سرور کائنات لمبارک و ارشادات و او کلونو چخه ده خپل طولنه ده بهتری او نیکمرغی لپار الهام واخلو او خپل استونزو تا حل لار اولتو. سال گمشده مشترک همه ماست، گمشده ای که از چندین دهه به این سو به دنبال آن می گردیم و برای رسیدن به آن
رهنمای بهتر از کتاب خدا جل شانه و سنت پیامبر اعظم صلی الله و آله و سلم سراغ نداریم، زیرا این پیام خداوند جل شانه است که مؤمنان با هم برادرند و قرآن عظیم الشان یکی از رسالت های رسول و فرستاده خداوند را نجات جامعه از دشمنی، عداوت و کینه می داند. وقتی که سیرت نبی کریم را مطالعه می نماییم و امید است مطلع باشین که ما یک سال کامل در مدارس سیرت نبوی خواندیم و هفته نیست که باز به سیرت نبوی مراجعه نکن. دیده می شود که بخش مهم زندگی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله سلم در تلاش برای تأمین صلح سپری شده است. مثال های این تلاش ها بسیارند. در بخاری شریف آمده است که در میان باشندگان قبا منازعه وجود داشت. این خبر برای رسول خدا رسید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خطاب به افراد حاضر در مجلس گفت: بیایید نزد باشندگان قبا برویم و میان آنان صلح نماییم. در اینجا میبینیم که حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم منتظر نماند تا طرفین منازعه نزد او بیایند و از او بخواهند که میان آن صلح کند، بلکه او خود نزد آنان رفته است و اصحاب کرام را نیز تشویق نموده تا در این کار بای وای همراهی کنند. از حضرت ابو هریره روایت است که رسول خدا فرمودند که از ایجاد اختلاف و دشمنی میان مردم حراس داشته باشید، چون این عمل دین را ریشه‌کن میکند. نن سبا زموږ تر بل هر وخت سولې ته نږدې شوي یو، او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت په مخ کې اوس تر ټولو مهم کار دا دی چې د جنګ ورونه مړه کړي. نو په دې لاره کې د کامیابی لپاره هر لوري ته پکار ده چې د قرآن عظیم الشان په چنګ کې د رسول الله مبارک سیرت شریف، احادیث او ارشادات بیا بیا مطالعه کړي، څو په دې ډول هم د سولې په لارو چارو لا ښه پوه شو او هم مدایقین لا پوخ او مستحکم شي چې سوله د حق لاره ده او په جنگ باندې اصرار کول د باطل طریقه ده. د دې لپاره چې سوله موقته نه وي، یعنی واقعی سوله وي او په ټولنه کې دوام پیدا کړي، عدالت پکار ده. یو داسې حالت پکار ده چې څوک ځان مظلوم او بې برخې ونه ګڼي. موږ په ډاډ سره ویلی سو چې د اسلام مبین دین تر بل هر دین زیاد په عدالت باندې تاکید کړی دی، او د حضرت رسول اکرم سیرت د عادلانه شوند بهترین مثال ده. موږ او تاسې ټولو د هغه مبارک د ژوند په وروستیو کې د مدینې په مسجد کې د عادلانه چلند په اړه د هغه سپارښتنې اورېدلی دي چې فرمایي: که هر څوک په ما باندې کوم حق لري، نو راڅخه د ودې غواړي. په قرآن عظیم شان کې په ظلمونو باندې پر عدالت کول تاکید شوی ده، او د خلفای راشدین دوره د عدالت د تحقق مثالی دوران ده. زد چه کله د عمری او علوی عدالت خبره کوم، منظور می داده چه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دوران او د خلفای راشدین دوران زموږ لپاره د عدالت د اعلی مثال حیثیت لري، او دغه اعلی مثال باید هیچ وقت هیر نکن. از برکت تعلیمات حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است که مفکران بزرگ، شعرا، عرفا و دانشمندان قرون بعدی در کتاب ها و آثارشان بر عدالت بیشترین تأکید را ورزیدن و عدالت را برای زندگی اجتماعی، صلح و ثبات اساس خواندند.
از نظر دین مبین اسلام یکی از اهداف اصلی بعثت پیغمبران و نزول کتب آسمانی تأمین عدالت است. قول الله تعالی جل شأنه است که یقیناً که ما پیامبران را با هدایات روشن و واضحش فرستادیم و با آنان کتاب و ترازو نازل کردیم تا در میان مردم عدالت قائم شود. همان طوری که بیان داشتیم، صلح واقعی یعنی صلح دائمی را زمانی خواهیم داشت که به عدالت وفادار باشیم. اگر خدای نخواسته یک افغان با افغان دیگر برابر نباشد، اگر هر افغان در تعیین سرنوشت و انتخاب حکومت خودش حق مساوی رای را نداشته باشد، اگر قوای سه‌گانه مستقل نداشته باشیم که در استعمال قدرت توازن رعایت شود، و اگر بر مردم حق اظهار نظر و انتقاد ندهیم، پس دروازه ها را بر روی عدالت بسته ایم. در حضرت رسول اکرم حدیث ده چه زان تغواره بلته اغواره. در اخلاق و پدغ زرین پیغام که در عدالت روح او جوهر بینو، که یو گند او تحریک پتولنه که خپل موجودیت واره، نو در عدالت گختنه داده چه بل گند او تحریک ده به هم در فعالیت حق منی. که یو فرد یا یو گند زان تا دا حق ورکوی چه خپل نظریات بیان کری، بل چا او بل گند تا هم باید دا حق قائل وی. موک چه پا جمهوری نظام او انتخابی حکومت او ولسواکی بانده تاکید کوو، پا حقیقت که پا عدالت بانده تاکید کوو، او دا عدالت بهترین مثالونه دا خپل گران پیغمبر پا مبارک سیرت او لارخونو که لیدلی شو. دا وی طولنه دا ثبات او عزتمند جوان لپاره دا هم دیر ضروره ده چه خلق دا کاروبار فرصتونه ولری او دا نورو لی احتیاجه راوتل طولنه وی. لنیک مرغه پا دی برخه که هم دا حضرت رسول اکرم جواند او ارشادات زموگ لپاره دیر واضح دی. شما بهتر می دانید قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم قبایل عرب در زمان جاهلیت بیشتر اوقات خود را در جنگ سپری می کردن. چپاول کشتن دیگران غارت قطاع و طریقی و تاراج بخشی از زندگی روزمره ایشان بود. اما زمانی که دین مبین اسلام ظهور کرد، یک تحول عظیم در جامعه به میان آمد. جامعه صاحب نظام حقوقی جامعه گردید. رسول الله صلی الله علیه وسلم زراعت، تجارت و دیگر فعالیت های اقتصادی را تشویق کردند. از یاد نبرید که ام المؤمنین خدیجه همسر گرامی آن حضرت خود یکی از تاجران بزرگ آن زمان بود. ما در کتاب های سیرت همواره می خوانیم که حضرت پیامبر صلی الله علیه وسلم همیشه با فقرا و نیازمندان کمک می کرده است و همیشه در فکر بهبود زندگی مردم بود. همه معرفقان متفق القولند که بنیادهای تمدن بزرگ اسلامی در زمان پیامبر اسلام گذاشته شده است. تمدنی که قرنهای متمادی دوام کرد و تمدن فعلی جهانی در بسیاری بخشا احسانمند امان تمدن است. ما در فقه و سایر دانشهای مسلمانان اصطلاحات زیادی داریم که در اقتصاد، تجارت و کاروبار تا امروز از آن استفاده می شود و دانش اقتصادی و حقوقی ما بدون ذکر آنها ناتکمیل است. خپل خلکو ته روغتون جوړول، پول جوړول، د اوبو بند تعمیرول، د لارې پخول، د برق د سیم غځول، فابریکې جوړول او د کاروبار فرصتونه برابرول په حقیقت کې د حلال روزی د ترلاسه کولو وسایل دي چې د رسول الله مبارک د ارشادات او هدایاتو سره عمل دی او د متمدن او سوله ایز ژوند لار پرانیزی. موږ نه یوازې د سوکاله، آبادی، خوشاله او د نورو له احتیاج راوتلې ټولنې د لرلو لپاره د رسول الله مبارک د ژوند او ارشاداتو د لارې د مثال په توګه استفاده کولی شو، بلکې د شخصي ژوند او شخصي نیکمرغي
او سعادت لپاره هم د رسول الله مبارک ژوند او حدیث زموږ لپاره د هدایت د چراغ حیثیت لري. د ماشومانو سمې روزنې ته پام کول د خدای د مخلوق په منځ کې د تور او سپین فرق نه کول او انسان ته د انسان په سترګه کتل، رحم او خواخوږۍ، تساهل او رواداری، له حرام او ناروا ځان ساتل، د بل چا مادي او معنوي حقونو ته احترام کول، ژبه له غیبت او تومت او نورو ته له بې احترامي کولو ساتل، حیا، تواضع او ګڼ نور داسې اخلاقي فضایل دي چې د رسول الله مبارک په سیرت او لارښوونو کې مومو او د خپل شخصي، کورنۍ او اجتماعي ژوند د نیکمرغۍ لپاره تکیه ورباندې کوو او کولی شو. د هغه مبارک دا خبره باید یاد ولرو چې زه د دې دپاره را لیږل شویم چې اخلاقي مکارم او ارزښتونه بشپړ کړم. مولود شریف دی یو ځل بیا ټولو وطنوالو او د اسلام نړۍ ته مبارک.